بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ولعلهم يتفكرون. في آية ديگر عرائض بنده بعض جلسه گذشته مربوط میشه که درباره تفکر صحبت میکنه. این قرآن برای شما فرستاده، شاید شما را وادار به تفکر کنه، کلید مغز ما را بزنه دیگه، وا کنه. در بین یک خانه هزار خوردنی و چیزایش لذیذ هست، ولی درش قلفه و نمیشه، او غذاها به درد ما نمیخوره. ما الان از سرما میمیریم و او خانه فرش خوابم هست گرم کننده، ولی درش بسته. این کلی باید باز شوه تا که از اون مالای که داخل اتاق استفاده کنیم. کلی چیه؟ کلی خانه ما که قرآن تاثیر کنه به ما، اونمو تفکر. وقتی که تفکر نکنیم مغز ما بسته باشه، کارخانه خاموش باشه، قرآن به درد نمیخوره. قرآن به حیوانات تاثیر نمیکنه، قرآن به مردم عاقل که از عقل خود استفاده کنه، تعقل داشته باشه استفاده میکنه. آیه 3 کذالک یبین لکم الآیات لعلکم تتفکرون. همچنان خدا این آیات را بر شما نازل میکنه شاید شما تفکر کنین. بعد ما تفکر میای میبینی که این فکر ما چقدر مهمه که قرآن کلام خدایه. نگه تا شما تفکر کنین، اگر تفکر نکنین قرآن بی اثر میشه و شما تاثیر نمیکنه دیگه، از قرآن استفاده برده نمیتوانین. جیبت پر از پوله، استفاده نمیتوانین. خب تا بن از گرسنگی میموری، مجرد او پولای کاغذی که نه شکمی تو سیر میکنه نه بدن تو از سردی و از گرمی نجات میده. باید آدم از اونها استفاده کنه. اینمه تو قرآن منه تره بزرگترین نعمت خدای قرآن. ولی وقتی که آدم تفکر نمیکنه چی؟ آیه دیگر وقالو لو کننا، یا ایره گوش کن، خیلی عبرتناکه. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. دوزخیار میرن اونجا و با مالک دوزخ پینا صحبت میکنه که او شقیا برای شما قرآن نیامد، چرا من نکردین که امروز کار شما به اینجا رسید؟ میدانی که جواب کفر چیه؟ اینمیه، همیه که بمی سه روز ایره میخانیم. کفر میگن که اگر ما میبودیم که گوش میشنیدیم یا تعقل میکردیم، ما امروز در جمله سایه آتشیا نبودیم، ما در جهنم داخل نمیشدیم، ما در دنیا نشنیدیم، تعقل نکردیم، از عقل خود کار نگرفتیم. نتیجه این شد که عاقبت کار ما اینمیه که در بین دوزخ آمدیم، به دست شما افتادیم. همین ملائکه که در دوزخ هستند وظیفه دارن، نه این دوزخ رفتن نتیجه امیه که ما تعقل نکردیم. بعد همونجه خب قرآن که تاثیر نمیکنه، او مثل آدم حیوان میشه که تفکر نکنه. های دیگر ما دوزخ را برای کثیری از جن و انس آفریدیم. جن مثل ما مکلفن، دوزخ میرن بهشت میرن. کثیری از جن و انس اینا در دوزخ میرن. چرا؟ لهم قلوب لا یفقهون بها. اینها دل داشتن ولی تفقه نداشتن. تفقه امو فهمه، فقه به معنای فهمه. میگه اینا فهم نداشتن، مغزای اینا خاموش بود، برق نداشت. ولهم اعین، چیشم داشتن لا یبصرون، نمی دیدن. چشم داشتن، کور نبودن ولی نمی دیدن، یعنی عبرت نمی گرفتن. همه تو نیلن
ما و شما میریم سر قبر، همونجا هم که نشستیم غیبت میکنیم، دروغ میگیم، فکرم هم طرف آخرت، یک ذره فکر نمی کنیم که همی مرده ها مثل ما بودن. امروز آمدن اینجا، بدنشان خاک شد، روحشان چی؟ اونا گرفت، ممکنه گرفتار عمل خود باشه. یک کمی عرص خود کم نکنیم، یک کمی به فکر عالم برزخ و قیامت نباشه، هیچ کسی فکر نمی کن. من فکر میکنم که مرگ برای امینا بوده، ما هستیم، ما زنده ایم. خب چیش میبینه قبر، چیش داریم، ولی درست ترک نمیفهمیم، عبرت نمیگیریم از چشم خود. ولو هم آذانون لا یسمعون بیا، چیش داریم، گوش داریم، نمیشنون. نگه اینا قرآن که من بر اینا نازل کردیم، ولی اینا رفتن به دوزخ. کثیری مردمی زیادی از هنس، از انسانها و جنها، افراد زیادی رفتن به دوزخ میره. دوزخ برای اینایه چون نه از عقل استفاده بردن و نه از چشمای خود، نه به چشمای خود دیدن واقعیت. و لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن ولی حق نمیشنون. پیغمبر که میگه صحبت میکرد، اونا گوشایخ میگرفتن، کفار میگفت ما کریم نمیشنیم. این بدبختی انسان نیه. اون بعد میبینی که نه از عقل کار گرفته، نه از چشم کار میگیره، نه از گوش خود کار میگیره. حالا قرآن چه میگه؟ میگه نه در واقع اولائک کل انعام، اینا مثل چارپایانه، مثل چارپایان. چارپام نه از عقل استفاده میکنه، نه از گوش و نه از چشم. بعد میگه اولا بل هم اول، بلکه اینا گمراه‌تری از چارپایانه. خب معلومه دیگه، اونا عقلشان بسیار ضعیفه، از ما که عقل ما زیاده، ما از عقل زیاد خود استفاده نمیکنیم، خود چارپا درست میکنیم. ما دیگه از اونا گمراه‌تریم، اونا نمیتوانن، خلقتشان عمویه. اونا به گوش خود حق تشخیص داده نمیتوانن، نه به چشم خود حق و باطل میفهمن. او گلدانی های گلی که 1,000,000 افغانی قیمت داشته باشه، با او سبزه های کثیف به نظری اونا برابره، هر دو تر میخوره. میگم تو نمیبینی که اینا گلی گلدانیه؟ او که نمیفهمه که گل گلدانی چیه، 1,000,000 چیه. حیوانه سرخ پایین میکنه و میخوره. ما که انسان که میفهمه، اونا حق و باطل نمیفهمن، ما حق و باطل میفهمیم، عمل نمیکنیم، فکر نمیکنیم. میگینا چارپایانم بدترن. و اولائک هم الغافلون، بدترین زشتی که عمر انسان نابود میکنه این همیه که هم الغافلون، آدم غفلت داره از همه چیز. وقتی که فکر آمد، التفات آمد، غفلت از بین میره. خیلی شکستایی که ما در زندگانی خود میخوریم، عمر ما بیهوده میره، به خواب و قدر نمیره. فرض کن که 24 ساعت ما خوابیم، 9 ساعت می خوابیم، 31 خواب ما 8 ساعت میشه. 31 معذرت میخوام، 24 ساعت 8 ساعته. ما 8 ساعت کمتر میخوابیم. غالبا این قسمه که آدم 7 ساعت میخوابه و کفایت میکنه برای بدن. البته یک کمتر بخوابن، بعضی بیشتر، او چیزی جداگانه. سیکی ما میره به چیز، به خواب. ولی بدتر از خواب، مثلا بعض خواب برای بدن مفیده، نمیشه که ما خواب نریم نکنیم. اگر خواب نکنیم، اما 16 ساعت دیگر یا 18 ساعت دیگر اگر خواب نکنیم،
امو افدا ساعت دیگر اونا بیهوده میره، از اونا استفاده برده نمیتوانیم. اما عمده مشکل ما مشکل خواب نیه، مشکل غفلت. عمر ما با غفلت میگذره. اولئک هم الغافلون. وقتی که غفلت میکنیم بیداری من بیهوده میره. اگر یک کاری کنیم کاری من بیهوده، نه به دنیا میرسیم نه به آخرت. این غفلت باید کم کنیم. تعطیف به قول او آقا نیک، تعطیف لی پستی، فکر نداری، تفلی. ما شما در تفلی عقل ما خیلی کمه. تعطیفلی پستی، تا جوانی مستی، تا پیری سستی. پیری سستی میاره، ما پیری ما به چی میگذاره؟ به سستی. جوانی ما به مستی، کوچکی ما به پستی. پس کی خدا پرستی؟ چی وقت ما سرمایه انسانیت خود استفاده میکنیم؟ اما بیهوده رفته. یک قمار بزرگ بوده، معذرت میخوام که یه حرفه میگم، یک قمار بزرگ بوده که باختم، خلاص شده. فکر خیلی چیز خوبیه که قرآنم او وقت به درد من میخوره. ای یک چیز بود، ما گفتم دو چیزه که قرآن تاثیر نمیکنه، موعظه تاثیر نمیکنه، دانشمندان تربیت غالبا ناکام میمانن. انسان ها غالبا یا تربیت ندارن یا تربیت ضعیف دارن. افراد تربیت یافته خیلی کمه. یک همی قضیه تفکر. آدم مسلمان درست هم نمیشه تا تفکر نداشته باشه. یکی دیگه، ما غرایز حد داریم که از غرایز حیوانات به مراتب شدیدتره. به مراتب شدیدتره. ای اراده میخواه که اینا را کنترل کنیم، نه که غرایز از وجود خود ببره. به هیچ وجه اونا بردنی نیان. تازه اگر یک وقت برون مگر خدا بکشیم که اونا برو، تا ما زنده ایم غرایز با ما است. اینا را خدا به ما داده. غرایز بد نیه، اونی که بده سرکشی غرایز بده. و الا خود غرایز برای زندگانی انسان ضروریه، لازمه، باید تعدیل شوه، کنترل کنیم غرایزه. یک اراده قوی میخواه. اگر فکر داشته باشیم زمینی ای اراده هم در وجود ما پیدا میشه که غرایز کنترل کنیم. اگر او تفکر نداشتیم، از فکر استفاده نکردیم، قهرن تسلیم غرایز میشیم. دیگه عقل و وجدان از کار میفته. وجدان هم کاری نمیتوانه تا چی رسه به قرآن. غرایز دیگه مثل یک جایی که حکومت از بین بره و هر کس که کشت و مالش برد میبره، تاراج میشه، امنیت از بین میره. غرایز که بر انسان مسلط شد دیگه آدم حیوان میشه، بدتر از حیوان میشه. اینی دو چیزه، اینی دو چیزه. میگن چرا علمای دینی مردم اصلاح نکردن؟ تقصیر علمای دینیه. گاییم تقصیر میگن دین به درد نمیخوره. اگر دین اسلام میکرد باید دین اسلام مردم اسلام میکرد، نتوانست. اینا اشتباه مغالطه میشه، از نافهمیه. من یک وقت در تلویزیون نگاه میکردم، یکی از می مجریان تلویزیون از یک نفر مولا صاحب سوال میکرد، همین سوال را که چرا دین نتوانست مردم اصلاح کنه، چرا علمای دینی نتوانست مردم تربیت کنن. او بلد نبود. او گفت که این سوال خیلی سر دراز داره، خیلی دراز میشه، به این آسانی جواب داده نمیشه. خوب بلد نبود دیگه. او رم نگفت که نمیدانم، خجالت کشید. آدم باید خجالت نکشه. چیزی که نفهمید بگو نمیفهمم.
یواش برو مطالعه کنم. او که بلد نبود گفت باش که دیگه، گفت خیلی سر دراز داره. او قصه رد کرد. نه واقعیش اینمیه، این سوال سوال خوبیه، جوابش اینمیه که کار هر کس نیست خرمن کوفتن، یا کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و پیر کهن. این مسئله مسئله تفکره، مردم تفکر نمی کنن. این دوای بیدرمانه دیگه، مثل که پول به جیبت باشه و تو مصرف نکنی. یک دفعه پول نداری که آدم میره در جای دیگه قرض میکنه و کمک میکنه بهت میده، یک دفعه پول به جیب توه مصرف نمی کنی، این دوای بیدرمان خود توه و کسی مربوط نیه. باید تفکر داشته باشه. دیگه مثلا ما انتخابگر آفریده شده، دیگه غرایز مایه ارادی بسیار قوی و مراقبت دائمی میخواه که آدم غرایز خود کنترل کنه. اگر نکنه اونا سرکش میشه، مثل که یک عده دزد و رازن و مردمان بدسیرت حکومتا از بین ببرن و با جان مردم بیوفتن. خب معلومه دیگه، در هر قدم کشته میشن، توفنگان به دستی اونا. این غرایز همه طوره. دینداری کاری آسانی نیه، هدفمندی انسانیت کاری آسانی نیه. مردم انتخابگر آفریده شده به اراده خود اونهایه. این دو چیزه که تربیت مشکل شده. تنها اینجا نیه، در غرب میه، در افریقا میه، در نمیدارم که اروپا میه، در طول تاریخ بشریت در تمام قارات جهان این همی قضیه هست که اگر تربیت کارای تربیتی پیش نمیره، یکی به خاطر فکر تفکر نکردنه، یکی هم به خاطر که اراده قوی در کنترل غرایز وجود نداره و کار به دست ما کس نیه که توفنگ بالای سر یکی بگیره که یالا فکر کن. این کار شدنی نیه. لا اکراه فی الدین، خود آدم باید به اراده خود انتخاب کنه. والحمد لله رب العالمین.